سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از حرفهای تند و جنجالی آقای حمید فرخ نجاد به سران حکومت و سپاهیان با ما همراه باشید لطفا قبل از هر چیز عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید آقای حمید فرخ نژاد بازیگر سرشناس و محبوب ایرانی که مدت کمی از ایران خارج شده ولی تبدیل به یکی از افراد مهم اپوزیسیون جمهوری اسلامی شده و حرفهای تند و جنجالی رو هم بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و شخص اول مملکت یعنی علی خامنه ای میزنه آقای حمید فرخ در جدیدترین پست ها و استوری هاشون هم حمله تندی به حکومت جمهوری اسلامی کردن توی چند وقت اخیر با خبر عجیب و شوکه کننده توافق جمهوری اسلامی با عربستان سعودی این پست رو منتشر کرد که نوشته خبر فوری جمهوری اسلامی از توافق با عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک خبر داد حمید فرخ نوشت آقا حالا در کمال ادب و احترام سوال اینه که تکلیف سخنان گوهربار امام راحل که فرمودند اگر از صدام بگذریم اگر مسئله قصر را فراموش کنیم اگر از جنایت های آمریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت چی میشه این بود های امام آقا هیدر هیدر بعد هم با انتشار قسمتی از خبر متناقض کیهان در عرض چند سال که گفته تنها اقدام مثبت فرزندان ابو لحب ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد و بعد جدیدن که نوشته توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعیان اصلاحات مذاکره رو یاد بگیرند آقای فرخ نژاد نوشت یک بام و دو هوای کیهان در مورد عربستان از دولت روحانی تا دولت رئیسی البته این آل سعود با اون آل سعود فرق داره بن سلمان توبه کرده و آقا هم مشمول عفو ملوکانه رهبری قرارش داده چرخش زیرکانه از صفات بارز آن بزرگوار بود با انتشار این عکس هم از ارزشی های طرفدار حکومت نوشت شمایی که هیدر در هی در و انگشتر عقیق دست میکنید و پیرهن رو شلوار میندازید و همدیگر و حاجی و سید خطاب می کنید موهاتون رو یه وری شونه می و ریش دارین و موقع تیپ زدن یقه آخوندی می پوشین و چفیه میندازین و سفر خارجیتون راهپیمایی اربعینه و موتور 125 سوار میشین و یه مش حقوق بگیرین که بابت دستمز یه روز از دیوار سفارت بالا میرین یه روز دستمز میگیرین مردم مردمو میزنین یه روز میگین مرگ بر سعودی یه روز موز میگیرین که دیگه نگین مرگ بر سعودی شیعه و میه و دین و مذهب و اینا همش پشمه خودتون رو صاحب فکر و صاحب اعتقاد جا نزنین شما موز میگیرین که کار کنین معنی آمش میشه مزدور شما مزدورین نه یه کلمه بیشتر نه یه کلمه کمتر در پست دیگه ای با انتشار این عکس نوشت هی hey بشین تو سر و کلت بزن که هزار و اندی سال پیش توی یه نزاع خانوادگی کی کیو زده کی تشنه بوده با لگت پهلوی کی زدن اگه شرف و وجدان دارید به ظلمی که امروز در حق جوانهای این مملکت میشه اعتراض میکردید هیولایی که به اسم یزید واسه ما ساختین به اسیراش تجاوز نکرد کارهایی که سپاه شما با جوانهای این مملکت کرد سپاه یزید با خاندان امام حسین نکرد واسه خودمون سینه بزن واسه مظلومیت مادران شهدای امروز گریه کن. لعنتی اگه هست به اسم این خاندان کثیف حاکم بفرست. در استوری دیگه ای هم استوری آقای علی کریمی رو دوباره منتشر کردن که نوشته با ما از شب قدر نگید ما شش ماهه که هر شبمون شب قدره با ما از شمشیر زهرالود نگید وقتی تن بچه های ما با باتوم و تیرهای ساچمه و تیرهای جنگی دو زمان بیجان شده با ما از دفن شبانه نگید که ما زیباترین بچه های این خاک رو شبانه به خاک سپردیم حمید فرخ نژاد در جدیدترین پست خودش هم نوشت آقا چهار سال توی این اتوبوس با دست فرمون شما رفتیم الان تقریبا هیچ جا نیستیم ما حصلش مقدار زیادی فحش سیاسی و تو سر و کله هم زدن و تهمت و حرف و حدیث و که اگه بی انصافی نباشه تو بهترین حالت از خودتون یه چهره به یاد ماندنی ثبت کردین که بعد از رحلت بهتون بگن خدا بیامرز انسان مبارزی بود خیلی به رژیم فحش میداد دمتونم گرم ولی خدایی ببینین تو این دو ماه اخیر چقدر حرکت دیپلماسی داره سر و شکل میگیره و جهت دار میشه اینقدر آیه یس نخونید و اینقدر عجول نباشید لابی و قدرت اسرائیل در آمریکا برای تشدید فشار به جمهوری اسلامی انکار ناپذیره حالا اینی که شاهزاده ریسک بالای این سفر رو به جون خریده و داره یه حرکت اصولی رو توی دیپلماسی خارجی انقلاب دنبال میکنه اگه خودتون نکردین یعنی جرأت و وجاهتش رو نداشتین لااقل دیگه قرقر نکنین جناب شاهزاده روند درستی رو پیش گرفته اونایی که دنبال آزادی ایرانن پشتیبانش باشن راننده جدید این کار است کار بلده در استوریه دیگه ای آقای فرخ نژاد این توییت رضا پهلوی رو منتشر کردن که نوشته در پاسخ به پرسش هایی که این روزها شخصا از شما هم میهنان فعالان و زندانیان سیاسی و خبرنگاران رسانه ها دریافت کردم ارائه توضیحات زیر را لازم و ضروری میبینم هدف کوشش و ترجیح هم همیشه این بوده که حد اکثر نیروهای سکولار و دموکراسی خواه از طیف مختلف با هم همکاری کنند اما بر سر پیوستن چهره پیشنهادی به گروه منشور اجماع به نیامد. با وجود این من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردم و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان بیطرفی نسبت به همه گروه ها را حفظ خواهم کرد در همین راستا من به حمایت و همکاری با سایر گروه ها و جریان ها نیز پیرامون اصول حداقلی مشترک دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر تمامیت ارزی ایران و انتخاب شکل حکومت آینده با رأی ملت ایران ادامه خواهم داد هدف این است که همه این تلاش ها در نهایت به آزادی و آبادی ایران منتهی شود حمید فرخ نژاد نوشت متاسفانه تعریف سیاست برای بعضیا مثل فرهنگ اتوبوس واحد سوار شدنمونه وقتی پایینن میگن جابجا شما هم سوار شیم سوار که شدن میگن درو ببند حرکت کن دیگه نیست در استوری دیگه هم پیام یکی از هموطنان رو استوری کردن که نوشته سلام آقای فرخ نژاد من یک کارگر ساختمانی هستم و صاحب خونم یک سپاهی هست من تازه امشب فهمیدم امشب اومد دم در خونه گفت باید تا آخر ماه تخلیه کنی گفتم چرا چیزی شده گفت موقعی که تو اینستا پست و استوری ضد حکومت میذاشتی فکر الانت هم بودی رزالت و حکومت به درجه اعلا رسونده حمید فرخ نژاد نوشت چقدر حقیر و بیشرفین در استوری دیگه ای هم این حرف های امام جمعه فردیس کرج رو منتشر کرده که گفته بعضی از زنان که کشف هجاب میکنن اجاره ای هستند. آقای حمید فرخ نجات با انتشار این عکس از راه پیمایی روز قدس که حکومتی ها با هر سر و شکلی حضور داشتن نوشته حاجی اینا رو میگه. در استوری دیگه ای هم با انتشار این خبر که جایزه 15 میلیون دلاری برای دریافت اطلاعات درباره شبکه مالی سپاه پاسداران حمید فرخ نوشته سپاه با اجازه خودتون نفت میفروشه و پول در میاره نمیدونستید در استوری بعدی هم نوشته برادران سپاهی بیایید اختلافات رو کنار بذاریم و اگه اطلاعاتی دارین برام ارسال کنید هرچی گیرمون اومد نصف نصف با توجه به سختگیری های این چند وقت اخیر مخصوصا بعد از تعطیلات نوروز که زنان و دختران شجاع ایرانی بدون حجاب اجباری در همه فضاهای فرهنگی و باستانی و دیدنی شهرهای مختلف حاضر شدند و شهرها رو رنگارنگ و زیبا کردند و این عکس ها و ویدیوها در فضای مجازی منتشر شد و با جایگزینی سردار رادان به جای سردار اشتری سعی دارند میکنند که خانمها با حجاب اختیاری رو بترسونند جریمه کنند دوربین در شهر بذارن که اونها رو شناسایی کنن و در کل اونها رو بترسونن با انتشار این کاریکاتور نوشت هوش رادان سرگزمه شیطان زن ایرانی حیوان از تو رو رام کرده ویدیوی کوتاهی رو منتشر کرده از خانم محجبه چادری که داره توی سطل دنبال روزیش میگرده و نوشته آقایون علما و فضلا و دینداران ایشون هجابش کامله خیالتون راحت باشه در استوری دیگه هم با انتشار این عکس نوشت حجاب اجباری توهین آشکار به شعور انسان هاست خصوصا مردها. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.